خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ITC و برنامه پژواک، درود بر شما. من فرامرز پورطاهری، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آرزوی سلامتی و دل شاد برای همه شما عزیزان دارم. در برنامه امروز مهمانی داریم از راه دور، آقای البته نزدیک ولی آنچنان زیاد نزدیک نه، چون ایشون قبلا مقیم شهر تورنتو بودن ولی الان در حال حاضر در حوزه خلیج فارس هستن. آقای حمید مجتهدی، وکیل ویژه سازمان وکلای بدون مرز. آقای مجتهدی عزیز، به برنامه پژواک بسیار خوش آمدید. سلام عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب آقای مجتهدی، فکر کنم یه چند سالی میشه ما بله شما رو زیارت نکردیم. 4-5 سالی هست خدمتتون نبودیم. بله، به هر حال ان شاءالله که هر جا که هستید خوب و خوش و ممنون سالم. خب اگر محبت بکنین یک بار دیگه، من میدونم قبلا این کارو کردید ولی برای بینندگان پژواک اگر محبت کنین در رابطه بیوگرافی خودتون یک اشاره بکنین، اشاره کوتاهی بکنین، ممنون میشم. فکر کنم شروع خوبی باشه. هم بر به اصطلاح خودتایی نباشه. من عرضم به حضورتون که در اصل وکیل کانادا هستم، وکیل به اصطلاح آنتاریو. بله. فعالیت من بیشتر در زمینه دعاوی تجاری بوده، دعاوی خانواده در بد بکارم. اما در 10 سال گذشته در حوزه به اصطلاح حقوق بشر فعالیت های جسته گریخته‌ای داشتیم، نظارت در دادگاه های سیاسی، دادگاه های سیاسی در داخل ایران و حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا، و کماکان هم فعال هستیم. در 5 سال گذشته بنده در عمدتاً در امارات متحده هستم با تردد بسیار به ایران و عربستان سعودی، و فعالیت ما باز هم در راستای همون رسالت کاریمون در وکلای بدون مرز هستش که در زیر مجموعه سازمان ملل قرار گرفته در تشکیلات ما و عمدتاً نقش کلیدی در نظارت و دادرسی عادلانه در عرصه حقوق بشر انجام میده. بسیار عالی. خدمت سوال من در حقیقت این هستش که چون برای خودم هم خیلی این سوال مهم بودش که بدونم شما در حقیقت با چه پاسپورتی ترابل میکنید، یعنی چه جور از لحاظ قانونی پشتیبان شما هستش. خب این بستگی به اصطلاح حوزه عملیاتی شما داره، شما در کجا هستید. برای تردد طبیعتاً آسان‌تره که ما با پاس به اصطلاح کانادایی تردد داشته باشیم، البته به غیر از ایران که طبیعتاً من با پاسپورت ایرانی تردد می‌کنم. بله. با توجه به اینکه ایران تابعیت مضاعف قبول نکرده نظر قانونی، ولی به هر حال چشم پوشی می‌کنن از اجرای قانون. اما از نظر مسئولیت به اصطلاح حقوقی چندان ما برخوردار نیستیم، حالا چه با پاس ایرانی چه با پاس غیر ایرانی. البته در داخل کشور، در داخل ایران، فعالیت ما به دلیل جوانب سیاسی گسترده‌ای که پیدا می‌کنه یک مقدار با توجه به داشتن جایگاه ویژه به عنوان وکیل برون مرزی یا وکیل خارجی یا عضو سازمان وکلای بدون مرز یک مقدار مسئولیت ما داریم. اونم فقط به این معنی که شاید هزینه بازداشت ما تا حدودی گزافتر باشه با هزینه بازداشت یک همکار من در داخل ایران. بسیار خوب. خب اگر اجازه بدید مصاحبه امروز رو تقسیم می‌کنیم به 2 قسمت. من خیلی مایل هستم که یک در رابطه با حوزه خلیج فارس، چون میدونم شما اونجا تجربه دارید و بودید، در اونجا ساکن بودیم. حوزه خلیج فارس، وضعیت ایران، ژئوپلیتیک ایران و اثرش روی شرایط ایرانیان مقیم این کشورها، و در قسمت دوم من فکر میکنم بپردازیم به وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اوضاع احوالی که حکومت جمهوری اسلامی داره. پس سوال اول من اینجوری از شما به این صورت مطرح میکنم که اگر لطف کنید در رابطه با موقعیت ایران در حقیقت در بگیم دبی، چون من میدونم که همیشه وقتی صحبت از تجارت میشه همیشه دبی و ترکیه هستش که این روزها
سر زبون است. ولی موقعیت ایران در دبی بعد از این تحریمایی که به وجود اومده به چه صورت هستش و اثرش به چه صورت بوده و اثرش روی افرادی که در اونجا، ایرانیایی که در اونجا مقیم بودن، اگه توضیح بدین خیلی ممنون میشم. من پاسخم رو به دو بخش به اصطلاح مجزا تفکیک میکنم، فکر میکنم معقول باشه. بخش اول این که کلا یک نگرشی داشته باشیم به ماهیت ایرانیان در حوزه خلیج فارس. حوزه خلیج فارس عمدتاً چون محور فرهنگی تا محدودتر اما محور تجاری ما حداقل در سالهای اخیر امارات متحده بوده، من وقتی حوزه خلیج فارس نام میبرم بیشتر نظر بر امارات متحده هستش. البته خب بحرین و کویت و قطر هم تا حدودی نقش بازی میکنند. شاید بهتر باشه ما نگاهی داشته باشیم به ماهیت ایرانیان در حوزه خلیج فارس و امارات. خب ایرانیان در حوزه امارات متحده عمدتاً از سه بخش مجزا تشکیل شدن. بخش اول ایرانیان، ایرانیانی هستند که اینها در سالهای بسیار دور، شاید در 40 سال گذشته، 45 سال گذشته، قبل از اتحاد رسمی امارات متحده، از عمدتاً از جنوب ایران کوچ کردند، عمدتاً عرب زبان هستند، از ناحیه خوزستان، بوشه، مثلا ناحیه خلیج فارس، حوزه خلیج فارس کوچ کردند و اینها سکونت میکنند. بخشی از این ایرانیان تابعیت امارات رو پذیرفتن، عده زیادی نپذیرفتن یا بهشون داده نشده. طبیعتاً اینها در بازار فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و تا حدودی بومی محسوب میشن، تا حدودی. حتی خانواده به اصطلاح شیوخ امارات هم در دبی، در امارات دبی رابطه های خیلی گسترده ای با ایران داشت، هم از نظر تاریخی هم از نظر فرهنگی با ایران داشتن و دارند و همطور از شارجه. اما بخش دوم ایرانیان موجی هستند که شاید در 10 سال گذشته وارد امارات شدند و وقتی ما بعد صحبت از اثر شرایط ژئوپلیتیک بر ایرانیان در حوزه خلیج فارس خواهیم داشت، نظر ما بیشتر بر این بخش دوم ایرانیانی که در 10 سال گذشته اومدند و اینها موج مهاجرین اقتصادی بودند که عمدتاً شرکت‌های متعددی تأسیس کردند. این شرکت‌ها به نوعی وابستگی‌های ملموس با دست به اصطلاح تشکیلات اقتصادی در داخل ایران داشتن و دارن و به عناوین مختلف تبادل تجاری شکل بسیار ملموس و حقیقی به خودش گرفت در این 10 سال گذشته. صحیح. البته این شرایط کاملا متغایر شده در 1 سال 2 سال گذشته. اینها شرکت‌های شبه دولتی و گاهی دولتی بودند و هستند. فعالیت‌های مالی، فعالیت‌های ساختمانی، فعالیت‌های تجاری، مثلا انتقال کالا به ایران و غیره. موج سوم مهاجرین در حوزه خلیج فارس افرادی مثل خود بنده هستند که اینها از حرفه‌های مختلف، وکلا، پزشکان، مهندسین، که اینها از کشورهای ایرانی تبار هستند، ایرانی هستند، ولی از کشورهای ثالث مثل اروپای مرکزی، اروپای شمالی، کانادا و امریکا وارد امارات شدند، اقامت گزیدند اونجا و فعالیت در رشته خودشون فعالیت میکنند. این بخش سوم به اون شکل تحت تاثیر این تحولات ژئوپلیتیک قرار نگرفتند، اما باز هم اشاره به این خواهیم داشت. عرضم به حضور شما با توجه به شرایط، حالا من باز برمیگردم بخش دوم سوال شما، شرایط ژئوپلیتیک ناحیه طبیعتاً همونطور که حضورتون هست متغایر شده. ایران در حاشیه خلیج فارس یک از نگاه اعراب یک تهدید ملموس تلقی می شد. این تهدید یک مقدار تهدید ایدئولوژیک بود، بخشی تهدید استراتژیک و نظامی. با توجه به متزلزل شدن شرایط در بحرین و نفوذ نامشروع از دیدگاه اعراب ناحیه، نفوذ نامشروع ایران در بحرین، در شرق عربستان سعودی، در پاره ای از یمن و به سوریه بعداً می‌پردازیم، این واهمه و این ترس از نفوذ نامشروع چندان
شده در ناحیه خلیج فارس، بیشتر شده. در نتیجه یکی از نحوه های عمل کرد و یا عکس العملی که دول ناحیه نشون دادن، به خصوص دولت امارات متحده، مسدود کردن حوزه فعالیتی ایرانیان مقیم، بخش دومی که خدمتتون عرض کردم هستش، مسدود کردن حساب‌های بانکی و عدم صدور اقامت مجدد برای این اشخاص و خب نفوذ یا فشار دولت‌های اروپای مرکزی و امریکا هم بسیار اینجا قابل توجه بوده. ارگان‌هایی که طبیعتاً ارگان‌های شبه دولتی که در امارات فعالیت می‌کردن به طور فاحشی تحت شعاع قرار گرفتن و فعالیت‌های این ارگان‌ها محدود یا مسدود شده. این بخشی از به اصطلاح سیاست خارجی دولت حوزه خلیج فارس بوده برای مسدود کردن پیشرفت بیش از حد یا نامشروع نفوذ ایران در حاشیه. این واهمه و ترس افزایش یافته بعد از تحولاتی که ما در سوریه شاهد بودیم. طبیعتاً ما در حوزه سیاست ناحیه‌ای یک محوری داشتیم به عنوان محور عربستان سعودی و مصر، که این محور طبیعتاً محور مقابل ایران بود، همیشه مقابل لبنان سوریه، اون مثلث لبنان سوریه و ایران. خب با توجه به هم ریختگی سیاسی، تحولات سیاسی کلانی که در مصر ما شاهد بودیم و نه چندان در عربستان سعودی، ولی باز اون متزلزل شدن بخشی از پاره ای از جامعه عربستان سعودی، به خصوص در شرق عربستان سعودی که مجاور خلیج فارس هست، این محور مقابل با ایران، محور به اصطلاح عربستان و مصر، کمی متزلزل شد. لذا نگرانی بیشتر شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس. طبیعتاً این تحولات اثر مستقیمی بر شرایط ایرانیان در ناحیه داشته و خواهد داشت. اگر سوریه نبرد خودش رو برای پایداری نظام به بازه، به نظر بنده یک مقدار شاید این ترس و واهمه ازش کاسته بشه، چون طبیعتاً نفوذ ایران کمی کمتر خواهد شد. بله، کاسر خواهد شد. قاعدتاً ایران همیشه تا اونجا که من میدونم از طریق دبی کالا وارد ایران میکرد و در این جریان هم یک سری پولشویی‌های انجام میشد. من فکر میکنم که یه به حال کلی پول ایران در حقیقت در بانک‌های دبی بوده یا هنوزم هست، نمیدونم. اگه لطف کنید یه مورد در مورد این توضیح بدید. خب توجه داشته باشید، زمانی که ما با دولت جمهوری اسلامی با یک سری تحریم‌های بسیار ملموس و شکننده روبرو هست، ورود کالا به ایران و ورود کالا به طرق مختلف صورت پذیر هست در حال حاضر، اما به دلیل وجود تحریم‌های ملموس و عدم صدور تعهدهای بانکی LC‌هایی که عمدتاً بانک‌های ایران تحت تحریم هستن، بانک صادرات ایران که حداقل 28 شعبه در داخل شهر دبی داره، بانک تحریم شده، بانک ملی ایران و همین شکل، خب تجاری که در این زمینه به اصطلاح تبادل کالا فعالیت میکنن قادر به استفاده از اعتبار بانکی از ایران نیستن. در نتیجه دولت ایران با یک هوشمندی بسیار ویژه و با وجود نقدانگی کلان در امارات متحده سبب شده که تجار ایرانی که فعالیت در خلیج فارس، دبی فعالیت میکنن، دسترسی به این نقدانگی داشته باشن، به این شکل که برای صدور، برای خریداری کالا دسترسی به نقدانگی در حساب‌های جاری امارات متحده داشته باشن، که این حساب‌ها عمدتاً وابسته هستن به دست ارگان‌های دولتی و شبه دولتی و اقتصادی ایران، و به استناد اعتبار نقدانگی در امارات اینها LC باز میکنن برای کشور ایتالیا برای خرید، یا چین یا کشورهای ثالث، و جنس وارد میشه و از طریق دبی ترانزیت به ایران. بله.
خب این یک هوشمندیه، یعنی و من ناگزیرم که خدمتتون عرض کنم شاید راه چاره دیگری نباشه، یعنی چون تحریم طبیعتاً فشار عمدش بر گریبان ملت خواهد بود و هست و بوده، در نتیجه ورود کالاها انجام میشه. اگر از طریق قاچاق وارد ایران بشه طبیعتاً ما مواجه میشیم با یک افزایش قیمت و تورمی که امروز ما میبینیم، و شاید این هوشمندی معقولی باشه در راستای کار دولت. حال سوال اینجاست که آیا این نقدانگی که در امارات متحده موجود هست اینها متعلق به ملت ایرانه، دولت ایرانه؟ آیا اینها پولهایی هستش که پولهای سوال برانگیزه؟ بحثی کاملا مجزا است که شاید در حوصله بحث امروز ما نباشه، اما کاربرد یا استفاده از این نقدانگی برای بهبود شرایط مصرفی در داخل ایران به نظر من اگر فساد اقتصادی درش صورت نگیره به نظر من حرکتی است معقول. بله. خب اگر اجازه بدید ما بریم در قسمت دوم، باز برمیگردیم با آقای حمید مجتهدی وکیل ویژه سازمان وکلای بدون مرز. میریم بعد. خب دوستان عزیز باز برگشتیم با آقای حمید مجتهدی وکیل ویژه سازمان وکلای بدون مرز. خب ادامه میدیم در قسمت دوم در رابطه با مسئله که من فکر میکنم خیلی مهمتر باشه در حال حاضر، اوضاع احوال جمهوری اسلامی و واقعا در ایران چه میگذره و از دید شما قدرت امروز دست کی هستش؟ جناب پورتاری، در ایران همینطور که دوستان قبلا گفتند برای هر قدرتی یک سایه قدرت وجود داره، این همیشه از ویژگی های ایران بوده. ما یک پارچگی در صحنه سیاسی ایران نداشتیم. امروز این قدرت و سایه قدرت چندین برابر شده و قدرت‌ها و سایه‌های قدرت، و با توجه به وجود این به اصطلاح داینامیک در داخل ایران ما شاهد شکاف‌های بسیار فاحشی هم هستیم. سوال شما سوالی است که کلی است و چون من اصولا از کلیگوی پهریز می‌کنم می‌خوام به جزئیاتش بپردازم. اگر که شما نگاه به اصطلاح شرایط فعلی ایران ما داشته باشیم، در اصل ما از نگاه بیرونی دو موضع قدرت کلیدی در ایران موجود است. یک بیت رهبری هستش و دیگری ریاست جمهوری. ما پیشتر حداقل در دوره اول، من نگاه هم بیشتر به دولت آقای احمدی نژاد هستش و دوره اول ایشون و ما بعد، ما در حداقل 8 سال گذشته، 6-7 سال گذشته ما به اون شکل شاهد شکاف در فیما بین این دو موضع قدرت در ایران نبودیم. امروز ما هستیم شاهد این شکاف. دولت آقای احمدی نژاد و اصولاً نظام جمهوری اسلامی ایران در این سالهای گذشته به طور خیلی فاحشی ثابت کرده که یک، از یک هوشمندی بسیار بالایی برخوردار هست و دو، انعطاف پذیری بسیار بالایی داره، و این انعطاف پذیری، قابلیت برای انعطاف پذیری در نظام جمهوری اسلامی ایران شاید یکی از دلایل بقای نظام بوده باشه. میشه این مدار در مورد این اعتراف پذیری صحبت کنیم؟ چون برای من خیلی این مسئله شوکه برانگیزه که شما میگه اعتراف پذیری داره. لطفا این در مورد صحبت کنیم. مثال خیلی مثلا ملموس برای شما میزنم. ما در مورد آقای دکتر احمدی نژاد، ما در دوره اول ریاست جمهوری ایشون یک شخصیتی داشتیم که کمی قشری، کمی متعصب، که بخشی از این فواصل هنوز هم شامل حال ایشون میشه، اما یک شخصیتی که شاید به اون شکل پاسخگویی به آرای ملموس مردم نداشت. بله. و یک نوع
تعصب خاص در چهارچوب فکری سیاسی ایشون جای داشت. امروز ما دکتر احمدی نژاد رو به عنوان یک فردی میبینیم که صحبت از میراث فرهنگی ایران، صحبت از پاسداری از آرمانهای پیش از اسلام ایران و در راستای اقتصادی، در راستای اهداف اقتصادیشون، اینها ایشون شاید از نگاهی چاپلوسی سیاسی، از نگاهی هوشمندی سیاسی و اینا هر دو لازمه یک سیاستمدار هست به نظر بنده، و ایشون به طور اساسی و کلیدی تغییر ماهیت دادند و لذا این شکاف بیشتر فی ما بین دولت فعلی ایشون بعد از انتخابات دوم و بیت رهبری. در نتیجه ما پیشتر هم شاهد این بودیم در مورد سیاستمداران دیگه، آقای هاشمی رفسنجانی هم از این انتخاب پذیری برخوردار بودن و مهرهای سیاسی دیگر در داخل. خب این انتخاب پذیری به نظر من یکی از دلایل بقای نظام بوده و شاید لازم در شرایط بحرانی. مافیا اقتصادی به چه شکل بوده توی دوره اول؟ چون آقای احمدی نژاد اومدن و صحبت از جلوگیری از این مافیا اقتصادی کردن، تا چه حد موفق بودن ایشون و الان وضع ایران به چه صورت هستش سر این مافیا اقتصادی؟ متاسفانه ما این فقط منحصر به ایران هم نیست، قدرت اصولا موجب فساد میشه، در ایران هم مستثنا از این امر نیست. دولت آقای احمدی نژاد طبیعتاً یک آمیخته ای از شخصیت‌های مختلف و در به اصطلاح در این کمپ یا در این اردوگاه ریاست جمهوری طبیعتاً عناصر و ارگان‌هایی هستن و اشخاصی هستن که جزو باند مافیای اقتصادی هستن. و باز هم میگم این مافیای اقتصادی برای بقای خودش، یعنی برای بقای محور خودش، محوری که جزوی از اون ریاست جمهوری است، ناچار با مافیای اقتصادی رو در رو باشه که از مقابل ایستادگی میکنه، که اون حالا میتونه بیت رهبری باشه و اعضای به اصطلاح نزدیک به بیت. در نتیجه این فساد موجود هست، اما آیا این فساد متوجه شخص آقای احمدی نژاد میشه؟ بحث برانگیزه. اطرافیان قطعا شواهد بسیاری موجود هست، بارها در پیرامونش بحث و گفتمان شده که بازم فکر میکنم در حوصله بحث امروز ما نباشه. چرا آقای خامنه‌ای از احمدی نژاد پشتیبانی کرد در مخصوصا در انتخابات دوره دهم؟ در صورتی که همونطور که شما و همه بینندگان عزیز میدونن، شخص خود آقای خامنه ای بودش که آقای احمدی نژاد، موسوی و کروبی و امثال هم رو انتخاب کرد. خب چه فرقی داشتش برای آقای خامنه ای که به این شدت حدت بخواد از آقای احمدی نژاد پشتیبانی بکنه؟ در به اصطلاح ماها یا سال قبل از دوره دوم انتخابات به اصطلاح آقای احمدی نژاد، خب ما شاهد یک نزدیکی خاصی فیما بین ایشون و بیت رهبری بودیم، شخص آقای خامنه‌ای، و ایشون کاندیدای منتخب بودن. بخشی از پاسخ بنده شاید برگرده به این امر که در اون زمان گزینه دومی نداشت بیت رهبری آقای خامنه‌ای، گزینه بهتری نبود که به اصطلاح در مقابل آقای احمدی نژاد ایستادگی بکنه، به جز موج سبز یا آقای کروبی یا به اصطلاح دوستان ایشان. عرضم به حضورتون که ما گزینه‌ای نداشتیم، بیت رهبری گزینه‌ای نداشت. اما چرا این شکاف امروز رخ داده؟ باز هم من برمیگردم به اون نکته کلیدی که بهش اشاره کردم، این تغییر ماهیتی که آقای احمدی نژاد از خودش نشون داده در این یک سال و دو سال گذشته. دکتر احمدی نژادی که ما امروز باهاش روبرو هستیم در دفتر ریاست جمهوری، شخصی نیست که در سال آخر دوره
پیشش ریاست جمهوری ایران رو به عهده داشت یا در اوایل انتخابات. خب این باز هم باز برمیگرده به اون هوشمندی سیاسی ایشون و بعد این فاصله گرفتن از موضع ایدئولوژیک بیت رهبری، یک. دو، پرورش قدرت در چهارچوب ریاست جمهوری و تکاپو برای حفظ بقای سیاسی مهره های کلیدی از جمله خود آقای احمدی نژاد. نکته دوم این که ما سوالی کردید که پیشتر هم مطرح شده، بارها مطرح شده که آیا بالاخره این شکاف به کجا خواهد رسید، نتیجه ملموسی ما خواهیم داشت نخواهیم داشت، آیا ماهیت و کلیت نظام تحت شعاع قرار میگیره و ما مختل خواهد شد یا خیر. به نظر بنده شاید این شکاف شکاف بسیار کلیدی باشه در تاریخ 30 سال گذشته ایران. چرا؟ برای اینکه برای اولین بار ما شاهد یک نوع تهاجم بسیار ملموس و بسیار سیستماتیک به یکی از اصولی ترین و ساختاری ترین به اصطلاح اصل‌های نظام هستیم، اصل مطلقه ولایت فقیه. و این فشار از جانب یک حوزه به اصطلاح خارجی نیست، از به قول معروف اپوزیسیون فکری یا ایدئولوژیک نیست، این فشار از جانب شخصی به نام آقای دکتر احمدی نژاد هستش. و چرا؟ چون ایشون در اصل با توجه به تفکر مهدویتی که دارن، ایشون رسما اعلام میکنن در نحوه عملکرد و در سیاست داخلی خودشون و عملکرد قشری خودشون دارن اعلام میکنن که بنده به عنوان ریاست جمهوری ایران نیازی به ولایت فقیه ندارم، من الهام خودم رو و رسالت کاری خودم رو از یک منبعی والاتر میگیرم و اون امام زمان هستش. و این تفکر مهدویت که من منتخب ویژه امام زمان هستم و من دستور عمل کرده خودم رو از ایشون میگیرم، در اصل به این معنی است که بیت رهبری و ولایت مطلق فقیه نقش اجرایی و کلیدی و ملموسی نداره. این دور زدن یا حذف کردن ولایت فقیه از نگاه عمل کرده آقای احمدی نژاد بسیار حائز اهمیت هستش که ما اینو شاهد نبودیم. شما مسئله رفتن آقای احمدی نژاد در چهارشنبه بعد از ظهر رو به جمع‌کران مسئله کوچیکی نباید بگیرین، یا ایشون این خرافه پردازی های ایشون که گاهی باعث به اصطلاح تمسخر اطرافیان شده، اینها نشان دهنده یک نوع تفکریه که به نظر بنده ساختار نظام رو، ساختار سیاسی نظام رو با توجه به اصل ولایت فقیه زیر سوال داره میبره. و لذا این رو در رویی که ما شاهدش هستیم. کارنامه اپوزیسیون در خارج از خارج و داخل ایران چگونه می‌بینید؟ آیا چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که در حقیقت اثرش به چه صورت بوده؟ آیا دارن صحیح عمل می‌کنن یا خیر؟ اپوزیسیون در خارج کشور متأسفانه بازم این چون طبیعت سیاست در شرق اینطور بوده، یک پارچه نیست و نبوده. گسستگی بسیار ملموس و ویژه‌ای وجود داره و این گسستگی به نظر من فقط شکننده بوده تا سازنده. خب نگاهی داریم به اپوزیسیون خارج کشور. ما گروه‌های چپ رو داریم، مشروطه‌خواه و به اصطلاح ملی گرایان، ملی خواهانی که در خارج کشور به فعالیت میکنن. من نظر شخصی خود من هست، من فکر میکنم حرکت های چپ در داخل ایران جایگاهی ندارند به عنوان اپوزیسیون و این هم دلیلش بارها گفته شده. به نظر من این اشتباه یا اشتباه به اصطلاح کلانی که حداقل مجاهدین خلق به عنوان یکی از ارگان‌های چپ در سالهای جنگ با ایران کردن و اون همبستری اینها با نظام
صدام حسین و رو در روی با ایران، به نظر من یک گناهی است که از دیدگاه مردم هرگز مورد عفو قرار نمیگیره. درسته که دولت جمهوری اسلامی از این امر وام گرفته برای بقای پیشبرد سیاست خودش، اما در قلب ملت ایران توجه داشته باشین در اون سالهایی که مجاهدین خلق با مردم، با سربازان ایران در حوزه های جنگی روبرو بودند، اینها گش دیگری از سپاهیون بودند، گش دیگری از بسیج بودند که ما امروز اون گش رو نمیبینیم. حتی اون در نتیجه اینها مرتکب، به نظر بنده مرتکب یک اشتباهی شدن که این اشتباه قابل عفو نیست. در درجه دوم، در داخل تشکیلات سیاسی این ارگان ما شاهد فساد بسیار هستیم و خودش سوال برانگیزه که آیا همچین تشکیلاتی میتونه در عرصه خود قرار بگیره یا خیر. من فکر میکنم در رابطه با کل اپوزیسیون صحبت کنم، در داخل و خارج از ایران. داخل، خب من خارج و داخل ایران، البته من حالا من خارج و من پس کنار میذارم، داخل نگاهی به داخل داشته چون مهمتر هستش. من فکر میکنم اپوزیسیون داخل ایران امروز تنها اپوزیسیونی که در ایران، در داخل ایران میتونه به طور خیلی دقیق و ملموس نظام رو تحت شعاع قرار بده، کلیت نظام رو، به نظر من یک اگر بقای سیاسی داشته باشه ریاست جمهوری است با یک همچین تفکر امروزیش، تفکر مهدویت و دور زدن یا کمرنگ کردن ولایت فقیه، و دو روحانیونی که در داخل نظام نقش کلیدی بازی میکنن. من بارها در ایران با آیت الله ثانی دیدار داشتیم و روحانیون دیگه در قم، و این اشخاص به نظر بنده نقش بسیار مهم و کلیدی دارن در داخل ایران. توجه داشته باشیم که ایران در اصل یک جامعه ای است که بافت مذهبی داره. ما در 100 سال گذشته شاهد هیچ تحول سیاسی در ایران نبودیم که روحانیت درش نقش ملموس و کلیدی بازی نکرده باشن، از انقلاب مشروطه گرفته تا حتی انقلاب 57 و امروز. در نتیجه حذف کردن نقش روحانیون به نظر من یک سوالی است بسیار پوچ، یک دستور عملی است بسیار پوچ. ما نیاز داریم، نیاز به روشن فکران روحانی که برای پیشبرد اهداف جهان شمول و بشر دوستانه در ایران همگام با مردم باشند. حذفشون نمیتونیم بکنیم. شما پس اعتقادی به یک حکومت سکولار ندارید؟ حکومت سکولار به چه معنی؟ من به نظر ما حکومت سکولار در ایران باید نگاه خاصی به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران داشته باشه. تجربه شخصی ایران تجربه شخصی لهستان نیست، تجربه ایران شخصی ایران تجربه شخصی کشورهای به اصطلاح حتی مصر هم نیست که با مصر هم یک قشری مذهبی داره. ما میتونیم نظام سکولار داشته باشیم، گردش سیاسی نظام به دست غیر روحانی باشه، اما به هیچ عنوان قادر به حذف نقش روحانیت در نظام نمیتونیم باشیم. حتی نظام سلطنتی هم به این امر واقف بود و بارها از حضور روحانیون استفاده کلیدی برد برای بقای خودش. در نتیجه چرا فکر میکنین که نمیشه به اصطلاح روحانیون حذف کرد از در حقیقت سیاست؟ من شما رو دعوت میکنم و بینندگان عزیزتون رو که در خارج کشور زندگی میکنن که برای چند روزی از وقتی ایران تشریف میبرن از مراکز به اصطلاح متروپولیتن یا شهرهای بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان و شیراز دور شن و به روستاها، به دهاتها، به شهرهای کوچک سفر کنن، با مردم عامی گفتمانی داشته باشند. تفکر و نگاه جامعه ایران نگاهی است مذهبی. ما در اجرای آرمان‌های فرهنگی و ایرانی خودمون هم پاره‌ای از تعصبات مذهبی خودمون رو
به اصطلاح آمیختیم. یعنی ما وقتی سفره هفت سین رو شما میچینین، شما حافظ رو دارین، قرآن هم دارین. حالا این بحث شاید مسئله خیلی کوچکی باشه اما گویاست. جام به غیر از قشری که به ما به صورت ابزاری ازشون استفاده میشه توسط دولت، توسط دستگاه نظام، من صحبت از عام جامعه میکنم، از جامعه ایران، بافت جامعه، بافت جامعه بافتی است مذهبی. در نتیجه ما ناگزیر باید به بخش روحانیت توجه خاص داشته باشیم. خب دوستانم، راه حل شما رو برای رسیدن به دموکراسی و آزادی سیاسی بدونم، راه حل شما چی هستش؟ ما در وهله اول شاهد یک تحولات بسیار مهم بودیم بعد از انتخابات دوره دوم آقای احمدی نژاد، ولی متاسفانه ما امروز مواجه شدیم با یک خاموشی، شاید مقطعی، ولی یک خاموشی در این نهضت، در این حرکت، حرکت مردمی برای برای به اصطلاح آرمان‌های آزادی که شما اشاره کردید، نه برای براندازی، برای آرمان‌های آزادی. در نتیجه من فکر می‌کنم این عدم سلحشوری که ما امروز شاهدش هستیم در جامعه ایران، و این به نظر من مشهود هستش، ما اون سلحشوری که در مصر دیدیم، سلحشوری که از مردم در سوریه داریم می‌بینیم، در ایران ما بعد الان ماهاست ندیدیم و خاموش شده. حالا دلایلش چیست بماند. پیشبرد اهداف نیاز به یک سلحشوری خاصی داره از در داخل ایران و یک نگاه ویژه و بدور از تعصبات کهنه و پوسیده. یعنی صحبت ما امروز نباید صحبت تغییر ماهیت یا تغییر کلیت نظام باشه، ما امروز باید یک نگاهی به اصطلاح مقطعی داشته باشیم، توجه خاصی به تحولات داخل داشته باشیم. این شکاف‌ها بسیار مهمه، اینها میتونه نتیجه‌های ملموس بده از داخل در داخل نظام، و بعد این توجه خاصی به شرایط ایران در ناحیه، اینها تماما میتونه دست به دست بده برای پیشبرد. البته نه در آینده نزدیک، من فکر میکنم که شاید تغییر ماهیت نظام، یعنی اگر که ما امروز کمپ آقای احمدی نژاد، کمپ دولت ایشون اگر بقای سیاسی داشته باشه و با توجه به تفکر ایشون که بله من ریاست جمهوری، من الهامش رو از ولایت، از عزم میخوام از امام زمان میگیرم، من نیازی به ولایت فقیه ندارم، و این موجب بشه برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و حذف این اصل ساختاری که موجب مسدود کردن حقوق شهروندی است، یعنی اصلی که تمام حقوق شهروندی رو مشروط کرده به خودش، حق آزادی بیان مشروط است به وصل مطلق ولایت فقیه. اگر این اصل ساختاری ولایت فقیه حذف بشه از در بازنگری قانون اساسی، ما شاهد یک تحول بسیار عمده و ملموسی در جامعه خواهیم بود، و این تحول به دست اپوزیسیون خارج کشور نبوده، به دست یکی از فرزندان نظام انقلاب بوده که خودش هم شاید بر اساس اصل تاریخ سیاسی حذف بشه که پیشتر هم ما شاهدش بودیم، اما نقش خودش رو ممکنه ایفا کنه. این میتونه خیلی، یعنی من شاید اگر سوال این باشه که آیا ما محوری وجود داره که باعث تحول کلیدی در ایران بشه، اون محور همین محوری که من ازش سخن گفتم. شما فکر میکنین که باز مردم پای صندوق‌های رأی خواهند رفت بعد از دوره دهم؟ یعنی دیگه به هر حال شما هم شاهد هستید، مردم هم شاهد هستن که تقلب شد در اون انتخابات. خب حالا دوست دارم در مورد اون یه مقدار صحبت کنم. من تقلب شد یا نشد، خب ما قطعا یک نوع دست درازی در به اصطلاح آرا بود، اما نظر بنده و دوستانی که در ایران فعالیت گسترده دارن بر این است که شاید دکتر احمدی نژاد منتخب اکثریت آرا می بود، اما نه با این مارجن، نه با این
درصد. انگیزه برای این بود، انگیزه برای این نبود که به اصطلاح مخالفین ایشون یا اپوزیسیون یا آقای کروبی و میر حسین موسوی این آقایون شکست بخورن. انگیزه برای این بود که اینها ضایعه بشن، یعنی جایگاه سیاسی اینها کاملا متلاشی بشه و از صحنه سیاسی حذف بشن. لذا این مارجنی که درش تقلب صورت گرفت به قولی. شاید اگر آرا آزاد بود آقای احمدی نژاد منتخب می بود، اما نه با این درصد، با درصد خیلی کمتری، خیلی کمتری. و باسم این تصور بنده است که این دست درازی در آرا بیشتر برای اعلام حذف کلی این دو شخص خاص در حوزه سیاسی و کلن اپوزیسیون داخل کشور بود. حالا قسمت دوم سوال من که آیا باز مردم به صندوق‌های رأی خواهم رفت، مردم به صندوق‌های رأی خواهم بعد از این اتفاقاتی که در دوره دهم افتاد؟ خب اگر ما خواستار یک آزادی باشیم به طور واقعی و یک تمرین دموکراسی به قول دوستان داشته باشیم، خب یکی از اصول پایه‌های اصلی این حق رأی و به اصطلاح حضور در پایه صندوق‌های آراست. حالا سوال کلیدی اینجاست که آیا به اصطلاح این نامزدهای ما نامزدهای منتخب مردم هستن یا خیر؟ این بحثی سوال ساختاری است، اما من فکر نمی‌کنم مردم پرهیز کنن از حضور در انتخابات بعدی. بازم باید ایستاد و دید. بسیار خوب. من خیلی دوست دارم بپردازیم به وضعیت وکلا. شما فرمودین که در یک سری از دادگاه‌های سیاسی، درست میگم، حضور داشتید. وضعیت وکلا در داخل ایران رو چگونه می‌بینید، مخصوصا زمانی که در حقیقت وکیل یک فرد سیاسی رو به زندان میندازن، آیا قانون در جمهوری اسلامی دیگر معنی داره یا خیر؟ ما بازم سوال من باز میشکافم. ما در جمهوری اسلامی مجموعه به غیر از یک سری مسائل ساختاری که من پیشتر بهش اشاره کردم در قانون اساسی ما، اون مجموعه قوانین ما مجموعه قوانین کاملی است، نسبتا کاملی است، اما در حوزه اجرا مشکل داریم و این دلیلش باز همون مسئله ساختاری است. به اصطلاح مشروط بودن قوانین ما، و دو اینکه دوچار یک تزلزل در اجرای قانون هستیم و عدم وجود یک ارگان مستقل قضایی. خب آیا چرا وکلا در ایران تحت فشار قرار گرفتن؟ خب طبیعی است که سازمان به اصطلاح وکلا یا اینکه کانون وکلا به عنوان یک ارگان مدنی جامعه نقش بسیار مهمی بازی میکنه. شما وقتی حق دادرسی و دادخواهی رو از جامعه میگیری، در اصل حق شهروندی رو مسدود و ممنوع کردید. متاسفانه با این اما روبرو هستیم. همکار و دوست عزیز من آقای دادخواه چندی پیش، ایشون با حکم بسیار سنگینی روبرو شدند، 9 سال زندان، 10 سال محرومیت، شلاق، جریمه نقدی. همکاران دیگه ما، جناب آقای سلطانی، خب اینها باز همون در راستای سرکوب کردن و مسدود کردن فعالیت سازمان‌های مدنی جامعه هستش. اما این به این معنی نیست که ما در جامعه بیقانونی به اون شکل داریم. قانون موجود هست، اجرای قانون، ما در اجرای قانون مشکل داریم. مثلا من به یک اشاره کوچیک خدمت می‌کنم در مورد قتل یا جرم مشهود خانم صحابی. بارها دوستان ما در ایران اشاره کردن که در مورد قتل ایشون یک جرم مشهود هست. جرم مشهود به این معنی که ما در قوانین مدنی و دادرسی ایران داریم که دادستان به عنوان مدعی العموم در مقام مدعی العموم موظفه که بدونه شاکی خصوصی تشکیل پرونده بده و دادرسی کنه برای قتل شخصی مرحوم صحابی. خب این صورت نگرفته. اگر صورت میگرفت در مورد خانم زهرا کاظمی، ما امروز شاهد جرم های دیگه نبودیم. اگر در مورد اون جرائم دادستان وارد عمل میشد، کهریزک رو نمیدیدیم شاید و غیره. در نتیجه ما باید نگاهی داشته باشیم به بازسازی تشکیلات قضایی ما و
استقلال بخشی به این تشکیلات. بسیار خوب، حدودا یک دو دقیقه به انتهای برنامه میده، اگر صحبتی شما دارید با بینندگان ما، این شما و این هم دوربین. نه، فقط تشکر میکنم از شما برای دعوت بنده به برنامه، امیدوارم که سبز و پاینده باشید. قربان شما، خوشحال شدم از ملاقات شما و آرزوی پیروزی برای تمام دوستان و ایرانیان برون مرزی و خارج کشور دارم. مرسی. با تشکر از شما آقای حمید مجتهدی و همینطور با تشکر از مهندس احمدی عزیز، امید محبوب و شاروخ بی‌نیاز، با امید هر چه زودتر آزادی و دموکراسی در کشور عزیزمون ایران به پایان آمد این دفتر.